سلام به همگی، دارم حالتون خوبه. خوب باشه، نیما وکسید هستم. اومدیم با پارت جدید از آموزش پرکای سروایورا، پارت چهارمش هست. بریم سراغ این ویدیو. خیلی سریع بریم سراغ اولین سروایور این بخش که جین رومرو هست، جسمش و همون همش گوشته خودمون به قول معروف. میریم سراغ در واقع پرکایی که داره. اولین پرکش سالیداتوری هستش. به چه صورت هستش؟ باعث میشه که شما وقتی که زخمی هستی و سروایوری رو بدون اینکه مدکیت یوز کنی هیلش بکنی، 70% از اون مقداری که کلا شما اونو هیل کردی خودت هم هیل میشی. یعنی کلا یه نفر دیگه یه ذره بیاد به قولی شروع کنه هیل کردنت، کامل فول هیل میشی. پرک بدی نیست، با یه سری پرکای هیلینگ مثل پرکای در واقع کلادت مورال ورش میدارن و پرک بدی نیست کلا، پرک تیمیه دیگه. ولی اگه سولو بازی میکنید شاید زیاد به درتون نخوره. بعدی پرک پویز هستش. میاد چیکار میکنه؟ وقتی که جنراتوری کامل میشه، شما هیچ گونه از این خطای قرمز یا به قول معروف اسکرچ مارکا تا 10 ثانیه به جا نمیذاری. از یه جهت خوبه، شما وقتی که جنراتور درست میکنی و کیلرم حالا متوجه میشه داره میاد سمتتون، شما میتونی سریع بدوی و بری یه جا دیگه. بعضی اینا با اسپرینت برس فرم دارن، سریع جابجا میشن میرن یه جای دیگه این مپ وای میسن، که این باعث میشه که کیلر متوجه نشه که شما اصلا کی جابجا شدی یا کدوم سمت رفتی. این پرکو خیلی استفادهش میکنن. خوراک اذیت کردن کیلره. کارش چیه؟ شما وقتی که وارد در واقع کمودی میشی، بعد 3 ثانیه این پرک اکتیو میشه. این 3 ثانیه برای در واقع لول 3 شو، لولای ضعیف ترش خب تایم بیشتری بره. و اتفاقی که میفته اگر کیلر نزدیک کمود شما بیاد و اگه شما به صورت راش اکشن، یعنی از کمود یواش نیای بیرون، از کمود بپری بیرون، حالا اون دکمه شیفت آلت برای شما امکان داره فرق داشته باشه، اونو نگه داری و بعد از لاکر بپری بیرون که خب سر صدا هم میشه، ولی خب کیلر اگه نزدیک شما باشه شما کیلر رو استان میکنی. یعنی اگه سروایوری هم رو کول کیلر باشه، اون سروایور از کول کیلر میفته و پرکیه که خب خیلی استفادهش میکنن. بریم سراغ کاراکتر بعدی. بعدی اشتی جی ویلیامز هستش. من کلا با 30 سیارو زیاد حال نمیکنم، حالا بدک نیست. بریم ببینیم چه پرکایی داره. پرکاش داره عجیب غریبه. اولی چیه؟ وقتی که شما دان شدی 50% از اون ریکاوری پروگرس شما به ویگل پروگرس شما در واقع ختم میشه. یعنی اگه شما مثلا کامل بتونی ریکاوری بکنی و کیلر یه ذره مثلا طولش بده بعد بیاد بلندتون کنه، شما نصف اون نوار ویگل شما پر شده. یعنی شما یه ذره وول بخوری میتونی از دست کیلر فرار کنی. این تحت یه سری شرایط خوبه. با یه سری پرکایی که داینگ استیت شما سرعت زیاد میشه، مثلا با پرک ویلیام، با پرک چه میدونم دیوید، اینا خوبه، ولی اینم یه پرک شرایطیه دیگه. شما دیگه چه شرایطی پیش بیاد کیلر شما رو تا زد بلندت نکنه بره مثلا دنبال یکی دیگه بندازه. برای همین من میگم چون این پرکای شرایطیه، مگر اینکه همتون تیم باشید، مثلا یارس بیان اذیت کنن نذارن کیلر بلند کنه شما رو، آره این پرک خوبیه اون موقع. بعدی باکلاپ هستش. میاد چیکار میکنه؟ وقتی که سروایوریه که توی حالت داینگ استیت شما هیل میکنید، شما آوره کیلر رو جفتتون میبینید، یعنی میبینید کیلر کجاست حالا اگه کیلر نزدیکتون نباشه. و وقتی که سروایوری رو کامل هیل بکنید از حالت در واقع داینگ استیت کامل بیاد به حالت اینجر، خب یعنی اینکه دیگه زخمی فقط باشه رو زمین دان نشده باشه، سروایوری که هیل شده میتونه در واقع به اسپید 150% نرمال خودش بوده برای 5 ثانیه، انگار بهش اسپرینت برس میدی. این خوبیش اینه که شما مثلا به درد جاهایی میخوری که کیلر مثلا آخرای بازیه یا مثلا دور یه جنراتوری همتون و داری یارتو هیل میکنی تا یارت سریع بتونه از اون منطقه فرار کنه، یعنی یه جورایی تایم بخری برای مثلا اونی که داره چیز میخوره. فقط به همین درد میخوره. من کلا بازم زیاد خوشم نمیاد چون دی وی دی به این سمت رفته که کلا شما یا باید جن راش بکنی یا یکی دو نفر خوب بلد باشن چیز بخورن، در غیر این صورت زیاد به درد نمیخوره. آخری متل آف من هستش. چیکار میکنه؟ اگر شما 3 بار پروتکشن هیت بخوری، پروتکشن هیت چیه اونایی که نمیدونن؟
شما وقتی که یارتون قراره اتک بخوره، اگه بری جلو کیلر و مانعش بشی، حالا چه اسپل کیلر باشه، چه چه میدونم تبر کیلر باشه، اره کیلر باشه، هر چی، بری جلوی یا کیلره نذاری یارتو بزنه، پروتکشن توکن میگیریم. وقتی که ستا بشه، دفعه بعدی که شما بخوای اتکی بخوری که شما رو بخواد توالت دان شده بذاره، یعنی شما زخمی هستی و دفعه بعدی بخوای اتکت بزنه دان بشی، دفعه بعدی اتک کیلره باعث میشه که شما دان نشی و اتک رو یه جورایی انگار داج میدی، جا خالی میدی. بعضیا اینو با دیت هارد میگیرن، نامردا اینطوریه که شما مثلا اتک میخوری از کیلره بار دوم، خب زخمی بودی ولی دان نمیشی، بعد کیلره میاد بار سوم بزنتت، خوب باید دیت هارد رو یوز کنی که اون اتک رو باز داج بدی. بعد دیگه بعضیا خیلی دیگه میخوان اذیت کنن کیلر رو، مدکیت میارن، یه ادان خاص داره مدکیت، شما اون ادانه رو بزنی حالت اینشورنس بهتون میده، یعنی بازم یه اتک رو باز میتونی داج بدی، یعنی یه اتک دیگه رو هم تحمل کنی. اونایی که دیگه خیلی سم میخوان بازی کنن اینجوری بازی میکنن. قبل اینکه دیت هارد نرف بشه خیلی ها اون پرکو با این ورم داشتن، اصلا خیلی اذیت میکردن کیلر رو، مثلا همه 3 4 نفر ورم داشتن، اصلا بدبخت کیلر کاری نمیتونست بکنه. بریم سراغ کاراکتر بعدی، نانسی ویلر هستش که خب دیگه جزء کاراکترهای محبوب استرنجر تینگز. اولیش بهتر توگیدر هست، چیکار میکنه وقتی که شما آوره در واقع جنراتوری داری ریپیر میکنی، آوره دیگه آوره این جنراتور سروایور تا 32 متری شما میبینن، یعنی متوجه میشن که شما دارین این جنراتور رو تعمیر میکنی. اگر کیلر بیا سروایوری که وقتی که شما داری جنراتور رو تعمیر میکنی دان بکنه، شما آوره همه سروایور رو برای 10 ثانیه میبینی. پرک تیمیه ولی به درد نمیخوره، چون اگر شما بالاخره با یاراتم توی دیسکورد جایی باشی خیلی راحت میتونی بهشون بگی جنراتور کجای مپ، نیازی به این پرک نداری زیاد. کلا این پرکای دی بی دی رو به نظرم باید حذف کنه، چون اصلا خیلی از سروایور پارتی دارن بازی میکنن. بعدی فیکسیتد هستش، مت چیکار میکنه؟ شما میتونی اسکرچ مارکای خودتون رو ببینی و سرعت راه رفتن شما 20% زیادتره. این سرعت راه رفتنش اوکیه، حالا 20% همچین چیز شاخی نیست، ولی حالا هیچی بهتره. اون که شما میتونی خطای خودت رو ببینی، من هیچ وقت نفهمیدم آقا این فایدهش چیه، خب من چیکار کنم با این خطا؟ میخوام مثلا کیلر رو اذیت کنم، اسکول کنم، خب نیازی به دیدن این خطا ندارم که، میرم همینجور خودم میتونم حس بزنم این خطا کجای من داره در میاد. برام کلا خوشم نمیاد از این پر. این خوبه، یعنی بد نیست. اینر استرنج چیکار میکنه؟ وقتی که شما یه توتم یا کلینز میکنی این اکتیو میشه. بعد چیکار میکنه؟ اگر شما حالت بروکن باشه این کار نمیکنه، یعنی یه سری پرکای خودت داشته باشی، یه سری پرکای کیلر که شما رو بروکن بکنه، این پرک کلا کار نمیکنه. اما اگه مشکل دیگه نداشته باشی، وقتی که این پرکو اکتیو کنی، بعد اینکه توتم کلینز کردی، بری داخل یه کمد و لاکری برای 8 ثانیه وایسی، شما رو از حالت در واقع زخمی به حالت هیل میاره. این رولتی که دان شدی برادر من کار نمیکنه، فکر نکنی دان شدی اینجوری بخزی بری تو کمد، اینجوری نمیره اصلا تو کمد، در جریان باشید. بعد هر بارم که استفادهش بکنید یعنی اکتیو میشه، یعنی یه بار توتم کلینز کردی رفتی تو کمد هیل شدی کار کرده، بار دومم توتم کلینز کنی بری باز کار میکنه. اینو با اون پرک دیتکتیو تاب برمیدارن که هر بار جنراتور کامل میشه جا توتما رو میبینن، یا مثلا مپ برمیدارن که خب خوبه، هم توتما رو کلینز میکنی، کیلر مثلا اگه پرکی داشته باشه دیاکتیو میشه و کلا برای خودتونم خوبه دیگه. و سراغ کاراکتر آخر، استیف هرینگتون که برای استرنجر تینگز هستن ایشونم. اولی بیبی سیتر هستش، میاد چیکار میکنه؟ وقتی که شما سروایوری رو آن هوک میکنی، اونا از این خطه اسکرچ مارک پشتشون نمیذارن یا خون ازشون نمیریزه و 10% هم هیست میگیرن برای 30 ثانیه. این خیلی به نظرم فضاییه تا حتی خیلی زیادی، یعنی کیل مخصوص این کیلرهایی که میان مثلا کمپ میکنن و سروایوری که رو هوک بوده رو دوباره بزنن، اینا خوبه. ولی من کلا میگم دیگه، ای تیمی بازی میکنین جزو پرکای تیمیه، 4 نفری تو دیسکورد این پرکو بردارین همتون قشنگ عشق کنید. بعدی چی کار میکنه؟ باعث میشه شما وقتی که هوک میشی این اکتیو بشه. خب ذره یه جوریه شما باید حتما هوک بشی تا آخر بازی، اگه هوکت نکنه به درد نمیخوره این پرک. خلاصه بعد هوک بشی، سروایوری که تو 16 متری شما هستن وقتی که این پرک در واقع اکتیو باشه، هوک تایمر برای 34 ثانیه استاپ میشه. این 34 هیچ وقت توی در واقع باسن من نرفته. خب بکنید 35، بکنید 30، 34 چه روند نیست میدونی، یه ذره اذیت میکنه. خلاصه این پرک بدی نیستش، به این شرط که کسی نزدیکتون باشه. خوبیش هم اینه که کیلر کمپ کرده باشه، سروایورا 30 ثانیه تقریبا وقت دارن که حالا جم بزنن یا تصمیم بگیرن کدومشون بیان، و این تا 34 ثانیه پازه وقتی کسی بغل شما باشه.
من زیاد پیشنهاد نمی‌کنم اگر پارتی نمیرید، چون انقدر گاوگوساله زیاد میفته وقتی شما تنها بازی میکنی به نظرم به درد نمیخوره اونجوری. آخری سکند وین دستش میاد چیکار میکنه؟ شما یه نفر رو به صورت وان هیل استیت، یعنی به صورت کامل یک بار هیل بکنی کاملا، یعنی 0 تا 100 خودت، نه که نصفش یکی دیگه هیل کرده یا خودش هیل کرده بعد نصف دیگه‌اش رو تو هیل بزنی، این قبول نیست. باید 100 درصدش خودت هیل کنی. باید در واقع هیلش کردی این افکت اکتیو میشه و باعث میشه که شما اگر بروکن استاتوس باشی این کار نمیکنه. در زمینم بگم باعث میشه که شما وقتی کسی رو کامل هیل کردی، دفعه بعدی که شما کسی رو آن هوک کنی یا خودت رو آن هوک کنی، شما بروکن استاتوس رو بیفته برای 20 ثانیه، یعنی تو این 20 ثانیه شما نمیتونی خودت رو هیل کنی. ولی فایدهش چیه؟ وقتی که این 20 ثانیه تموم شه اتومات هیل میشی، یه چیز یعنی خیلی باحالی داره. و اگر شما کاملا هیل بشی یا اینکه دوباره کیلر شما رو در واقع بزنه تو اون 20 ثانیه، شما این بروکن استاتوس رو از بین میره و خب دان میشی. این پرک امکان اکتیو شدنش بازم هستش. خب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. اگه از این محتوا لذت میبرین لطفا چنل رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو هم لایک بکنید. سعی میکنیم سروایورا رو به زودی زود تموم بکنیم. تا ویدیو بعدی، خدافظ.